بینندگان گرامی، با درود بر همه شما و با خرسندی از اینکه مجالی دیگر دست داد که در خدمتتون باشیم. برنامه تلویزیونی از سان فرانسیسکو هر شامگاه آدینه از ساعت 6 تا 7 از شبکه تلویزیونی اندیشه پخش میشه. بازپخش این برنامه روزهای دوشنبه، بامداد روزهای دوشنبه ساعت 6 خواهد بود به وقت غرب آمریکا. اگر چنانچه مایل هستید با ما در تماس باشید در طول هفته، با اطلاعاتی که در زیر صفحه تلویزیون هست یا از طریق ایمیل ما یا با مراجعه به صفحه فیسبوک ما می توانید این کار را انجام بدهید و بسیار هم خوشحال خواهیم شد که در طول هفته از شما خبری داشته باشیم. در برنامه امروز باز دو گفتگو خواهیم داشت با دو شخصیت مطلع ایرانی در دو مقوله جدا از هم که نظر شما رو به اون جلب میکنه. ولی قبل از اینکه این گفتگوها رو آغاز کنیم، تأملی کوتاه میکنیم و خدمتتون برمیگردیم. یه دختر بچه یه تنها داره میلرز از سرما، یالم فال توی دستش میون نور ماشینا.
شبی که شد شب آخر. بینندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم با آقای مهدی جلالی تهرانی که قبلا هم در برنامه ما بودند، بعدا هم خواهند بود، و این بار در مورد مطلبی صحبت میکنیم که ایشون در آخرین پستینگ یا یادداشتاشون روی صفحه فیسبوک خودشون گذاشتن. معمولا این کار رو میکنن، مطالبی رو عنوان میکنن به پرسشگونه، ولی خودشون در موردش تحقیق کردن و در واقع در بحث رو باز میکنن در مورد مطلبی که میگویند. مهدی جلالی تهرانی، فارغ التحصیل دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا، و با تفکر مدرن، طرفدار مدرنیسم، کاوشگر و پژوهشگر مسائل ایران و مسائل بین‌المللی است و اندیشه بسیار پویایی داره آقای جلالی و مرتب در حال فکر کردن و صحبت کردن در مورد افکارش است و برخی از اونها رو روی صفحه فیسبوک منعکس میکنه که طبیعتاً چون با هم دوست هستیم روی صفحه فیسبوک و خارج از صفحه هم همدیگر رو میشناسیم و سالها در شمال کالیفرنیا ایشون بودن قبل از این که به نیویورک برن و به دانشگاه کلمبیا برن. برحال مسئلهی که با ایشون صحبت میکنیم و آخرین یادداشت ایشون بوده درباره ارتباط آیت الله خمینی و امام موسی صدر و مفقود الاثر شدن امام موسی صدر در شهریور 1357 و همچنین مرگ مشکوک مصطفی خمینی و احمد خمینی، فرزندان آقای خمینی. در مسئله‌ای که یا صورت مسئله‌ای که مهدی جلالی در روی صفحه فیسبوکش عنوان کرده، در واقع این پرسش ها رو به وجود میاره در حالی که توضیحاتی میده که آیا آیت الله خمینی همانطور که، البته اینو من اضافه میکنم، همانطور که دستور قتل های جمعی زندانیان رو در تابستان 67 داد، به همون صورت برای هموار کردن راه به اصطلاح انقلاب دستور از میان برداشتن امام موسی صدر و حتی فرزندان خودش رو داد، یا اینکه آیا آمر این محو فیزیکی این اشخاص خود او بود یا خبر داشت از اونها، یا اینکه در نهایت در نتیجه گیری که شده از این نبودن این اشخاص آقای آیت الله خمینی بهره ور شدن برای پیشبرد به اصطلاح انقلاب و آنچه که دوران طلایی امام نامیده میشه. اجازه بدین که بیشتر توضیح رو بگذاریم در این گفتگو که با آقای مهدی جلالی تهرانی خواهیم داشت. آقای مهدی جلالی تهرانی در محافل روحانی از کودکی بزرگ شده، پدرشون آقای مرحوم سید محمد جلالی تهرانی بودن که یکی دو سال پیش فوت کردن و خودشون مرتب در محافل روحانیون بودن و بسیاری از صحبتها رو از یا افکاری که دارند از میان صحبتهای روحانیونی که در حضور پدرشون بودن به یاد دارن و بنابراین یه مقداری سندیت داره صحبت‌هایشون. به هر حال میشینیم پای
گفتگو و صحبت‌های آقای مهدی جلالی تهرانی. جناب آقای مهدی جلالی، بسیار خرسندم که فرصت دوباره پیش داد که بنشینیم با هم گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. من هم خیلی خوشحال هستم که شما منو دعوت کردید، در خدمتتون هستم. آقای جلالی، همینطور که قرار گذاشتیم هر زمانی که مقدور باشه برای شما گفتیم در مورد پستینگایی که شما روی فیسبوک میگذارید که اغلب اونا بسیار پرسشگونه، در این حالی که شما خودتون به یه نتایجی رسیدید، این رو به صورت پرسش مطرح میکنید که این پازل یا مسئله که شما به میان میکشید مخاطبینتون چه نظری در موردش دارن. این هفته در آخرین پستینگ شما مطلبی بود در مورد ارتباط آیت الله خمینی و امام موسی صدر و همچنین مفقود شدن امام موسی در جریان سفرش به لیبی در سال 1357، شهریور 57 بود اگر اشتباه نکنم، و در واقع به یک نتیجه از میان صحبت‌ها و شنیده‌های خودتون و پژوهشی که کردید رسیده بودید که در واقع یک ارتباطی بود، یا به سوالی رسیده بودید که ارتباط میداد شما رو، یعنی ارتباط میداد آیت الله خمینی و مفقود الاثر شدن امام موسی صدر رو به یک دیگر. آیا ممکنه که این دلایل یا این پژوهشی که کردید رو با ما هم در میان بگذارید؟ بله، من بیشتر جنبه شنیده های من بوده از کودکی و به خصوص در برحال اینکه من در خانواده روحانی رشد کردم و پدرم کسانی که باهاشون از کودکی معاشرت داشتم یا با پدر به منزلشون رفتم، کسانی بودن که از روحانیون بودن که مطلع بودن از بسیاری از اتفاقاتی که به خصوص قبل از انقلاب افتاده بوده و مسیری که انقلاب و نهضت آقای خمینی با خودش پیش آورد. میتونم موضوع رو اینطوری مطرح کنم که بین افراد مطلع در این زمینه یه صحبتی رو من از کودکی میشنم که میگفتن که دو امام در یک منطقه نگنجند، یعنی امام موسی صدر و امام خمینی، و این خب یه مقداری به ما سرنخ‌هایی رو دست میده که کنجکاو بشیم که چرا این گونه است. در این تردیدی نیستش که امام موسی صدر از زمانی که وارد لبنان میشه به جهت خصوصیت هایی که این شخصیت داشته میتونه بسیار جلب نظر بکنه و میتونه از جهت مدنی، تاکید میکنم از جهت مدنی و نه جنبه شورشی و انقلابی، شیعیان لبنان رو و مردم محروم لبنان رو امکاناتی رو در اختیارشون بگذاره، مجلسی براشون درست کنه، نمایندگی یا ریپرزنتیشن در واقع داشته باشن در جامعه لبنان. و بعد امام موسی نه تنها مورد علاقه شیعیان بود به شدت، مورد علاقه دروزی ها بود، مورد علاقه مارونی ها بود، مسیحیان لبنان، سنی ها و حتی کشورهای مختلف عرب او رو دوستش داشتن، کشور منطقه برای او احترام قائل بودن، رهبران مذهبی دنیا برای او احترام زیادی قائل بودن، از مفتی الازهر گرفته تا پاپ زمان که امام موسی حتی بعد از جنگ شش روزه عرب و اسرائیل که به نظر میاد خب همه خیلی عصبانی بودن یا برای شکست خورده بودن ولی به گزینه‌های نظامی یا گزینه‌های چریکی تروریستی فکر میکردن، امام موسی به دیدار پاپ رفت در این مورد و مشهورم بود، تمام حرکت خودش رو هم به این سمت و سو برده بود که به همزیستی ادیان و صلح در خاورمیانه فکر کنه، در این زمینه کمتر کسی تردید داشت و
حتی زمانی که جنبش عمل رو بنیانگذاری کردش برای مقاومت نه برای حمله یا هیچ گونه حرکت تروریستی در اسرائیل، بلکه برای مقاومت، به خاطر اینکه به هر حال اسرائیل ارتشی نداشته، لبنان ارتشی نداشته و جنوب لبنان خب به شدت آسیب پذیر بود و نگرانی که ما موسا داشته از این جهت که لبنان ممکن از دست بره. لبنان یک کشور خاصی هستش، همه میدونیم که به نوعی چند تکه است و به خصوص جمهوری اسلامی هم که در طول این سالها با عنوان یک نوع حیات خلوت خودشون داره استفاده کرده. خیلی کشورها اینطور عمل میکنن با لبنان. با توجه به این یک انسجامی رو امام موسی میخواستش اونجا داشته باشه، ولی انسجام صلح‌آمیز و به طور کلی شخصیت امام موسی یک شخصیتی نبود که انقلاب رو قبول بکنه و یک شخصیت انقلابی از خودش بروز بده در این زمینه. حالا یک چنین شخصیتی که خیلی هم شهرت داره، حتی روحانیون ایران هم وقتی مشکلی پیدا میکنن، مثلا آقای رفسنجانی رو از قرار امام موسی صدر کمک میکنه و از شاه درخواست میکنه که از زندان بیاد بیرون، یا خود آقای خمینی وقتی که تبعید میشه در ترکیه، امام موسی صدر امکانات رو فراهم میکنه که بازمون مفتی الاسر رو اینا پادرمیانی بکنن و او از ترکیه به نجف بره. حالا سوال مهم ما این هستش که آقای خمینی هم 15 سال در نجف تبعید هست، از سال 1342 تا 1357. در طول این زمان چند تا دیدار این دو نفر با هم داشتن؟ دو تا رهبر شیعه، امام موسی که کاملا یک رهبر منطقه شیعه حساب میشه، آقای خمینی هم مدعی چنین چیزی هستش، مرجع شیعه است. به هر حال دیدارها رو صحبت رابطه فامیلی هم داشتن، درسته؟ رابطه فامیلی هم با هم داشتن. دقیقاً رابطه فامیلی بسیار نزدیک هم دارن، از چند جهت هم دارن و خانواده صدرها به هر حال خانواده بزرگی هستن. به همین جهت یه سوالی که برای آدم پیش میاد اینه که امام موسی صدر، اولا خیلی من چندان دیداری نشنم، البته گفته میشه که ایشون دیدارهایی داشته در 3-4 سال اولی که آقای خمینی به نجف رفته، بعد از اون دیگه دیداری نداشته، ولی به هر حال آدم انتظار داره که یک فامیل خودش، یک مرجع تقلید آمده به منطقه، با شاه داره مبارزه میکنه، ادعای انقلاب داره، بیشترین کسی که میتونه کنارش قرار بگیره و بهش کمک بکنه امام موسی صدره. چرا این کمک صورت نگرفته؟ چرا این دو نفر اصلا به هم نزدیک نشدن؟ و امام خب موسی خب شما آقای جلالی، موارد اختلاف آیت الله خمینی و امام موسی صدر چه بوده؟ اگه به جایی رسید. حقیقتش من در این زمینه تحقیقی ندارم، اما میتونم بگم که همون مواردی که در مقدمه عرض کردم شاید مهمترین ها بود، یعنی اینکه امام موسی صدر اون روحیه انقلابی و روحیه شورشی آقای خمینی رو نمیپسندید و بیشتر در پی صلح و به هر حال ثبات بود در منطقه. لبنان رو هم به شدت دوست داشت، یعنی یک جوری شده بود که انگار لبنان وطنش شده بود و با توجه به اینکه همه لبنانی ها هر مذهبی داشتن به او علاقه من بودن، اونها هم یک فیدبکی به امام موسی میدادن که خب به هر حال امام موسی احساس بهتری داشت، یعنی احساس میکرد که عملا موفق شده، شیعه ها در لبنان یه مقداری سری بلند کردن، کنار بقیه هستن، اونطور دیگه محروم به اون شدتی که قبل بودن محسوب نمیشن، نقش سیاسی تونستن داشته باشن، به هر حال مجلس اعلای شیعیان اونجا به وجود آمده. بعد نکاتی هم هستش جناب خدایاری، مثلا امام موسی بسیاری سخنرانی های مشهور خودش رو در کلیسا انجام میده. این تیپ کارهایی که امام موسی انجام میده کارهای روحانیت سنتی نیست، کارهایی نیستش که آقا خمینی مثلا اصلا نمیشه تصور که اصلا ممکنه یک بار این کار رو میکرده. بعد با توجه به این وضعیت این دو به هم نزدیک نمیشن و ما این رو شاید در اواخر عمر امام موسی میبینیم، شاید به نوعی چند ماه آخر یا به طور مشخص بعد از مرگ مصطفی خمینی که مرگ مشکوکی بود، میبینیم که امام موسی
پسر عموی خودش رو سید محمد باقری صدر رو میفرسته پیش آقای خمینی، باز خودش نمیره، حالا ملاحظاتی بوده به دلیل صدام حسین در اونجا بوده یا غیره هنوز اطلاعات دقیقی ندارم، ولی برای سوال اینه که سید محمد باقری صدر میره و چه میگه به آقای خمینی، در این حال که کسانی که با آقا مصطفی خمینی نزدیک بودن، از نزدیک میشناختنش، سه خصوصیت رو در موردش میگن. یکی اینکه ایشون به هیچ ملاحظه کلامی نداشته، در بسیاری از موارد بسیار حتی رکیک صحبت میکرده و هیچ وقت برحال اگر مخالفتی با کسی داشته این مخالفت رو کتمان نمی کرده. در این حال هم خیلی طنز پرداز بود، یعنی به قول اینجا سنس آف هیومر خیلی زیادی داشتش آقا مصطفی خمینی. از توی دیگه مخالف پدرش بود، بارها و بارها در جمعهای خصوصی در مخالفت پدرش صحبت کرده بود و شاخصه سوم آقا مصطفی خمینی این بود که او به هر حال فرزند ارشد آقای خمینی حساب می‌شد، رتبه اجتهاد داشت، در حوزه شناخته شده بود و به قول معروف کم آدمی نبود. این سه تا خصوصیت میتونه خیلی نگران کننده باشه، بی‌ملاحظگی در کلام، مخالفت با پدر و شخصیتی که خودش مستقلن داشت. بنابراین میتونه طبیعی باشه که کسانی که نهضت آقای خمینی رو پیش میبردن و بسیاریشون هم از قرار در لیبی سرهنگ قذافی در اون دوره دوره‌های تروریستی دیده بودن، دوره‌های حالا خودشون اسمش رو دوره‌های چریکی نظامی میساشتن، در اونجا دوره دیده بودن، اینها فکر کنن که مهمترین مانع نهضت آقای خمینی قبل از هر چیز پسر بزرگ خودشه و او رو از میان بردارند. این یکی از سوالاتیه که در واقع من مطرح کردم که مرگ مصطفی چگونه صورت گرفت، چه اتفاقی بود و چرا تا به حال هیچ گونه تحقیقی نشده. شاید بشه به نوعی هم به روزنامه نگاری ایران بعد از انقلاب اشاره کرد و گله کردش که ما اون چیزی که به عنوان روزنامه نگار تحقیقی هست یا اینوستیگیتیو ژورنالیسم هستش در ایران نمیبینیم چندان. این سوالات بسیار مهم و پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی که پیش آمده هیچ وقت مطرح نشده و ارتباط این دوتا با هم رو که میتونم بگم در این هم در تحقیقاتی که در مورد امام موسی صدر شده تقریبا شکی نیست که مصطفی خمینی چندین دیدار با امام موسی صدر داشته و این دیدارها دیدارهای خصوصی بوده، بی ارتباط با شخص آقای خمینی بوده. من حدس میزنم در این دیدارها با شناختی که از مصطفی خمینی نزدیکانش داشتن و من شنیدم، حدس میزنم در این دیدارها تا حدودی حتی شاید میخواسته که پدر خودش رو کنترل بکنه و از کمک امام موسی در این زمین استفاده بکنه. اینها کنار هم سوالاتی هستش که به هر حال من سعی کردم که البته به صورت اشاره فقط بهش بپردازم، ولی خب اینا حتما تحقیق خیلی مفصل میخواد و من خودم مشتاقم که این تحقیقات رو بشنوم و بدونم و بدونم که چه اتفاقی افتاد در ابتدای انقلاب ایران. فقط این صحبتی که میفرمایید کسانی که مثل امام موسی صدر و مصطفی خمینی، خب یه مقداری کمی ازشون اطلاعات هست، ولی در مورد خلق و خوی آقای خمینی خودش و رفتار او، قاطعیتش و اینکه کسی رو که مخالف او بود بر نمیتابید و اون حس انتقامگیری او، اینا همه نشانگر این هستش که هر کسی با او مخالفت میکرد احتمالاً به هر شکلی بود میخواست از سر راهش برداره و این از خواص دوران طلایی امام بود. بله، من یک مورد حتی در این مورد اجازه بدید می خدمتتون عرض کنم. با اون این که وقتی که آقای مصطفی خمینی کشته شد و به تصور من، به حدس من مسموم شد که گفته میشه گویا محمد منتظری که در ابتدای انقلاب ایران او هم در حزب جمهوری اسلامی با گروه آقای بهشتی اونها کشته شدن،
گویا شب قبل از مرگ مصطفی گفته میشه که محمد منتظری از جمله دو سه نفری بودش که در اونجا بودند در جلوی منظر آقا مصطفی. اما جالب هستش که وقتی خانواده یعنی عروس آقای خمینی، زن آقا مصطفی و کسان دیگری تقاضا میکنند که کالبد شکافی بشه تا علت مرگ معلوم بشه، چون خیلی عجیب بوده این موضوع، آقای خمینی نمیپذیره و میگه که این غیر شرعی هستش و در مقابل کالبد شکافی پسرش میسته. از سوی دیگه جمله‌ای که آقای خمینی برای مرگ مصطفی میگه خیلی برای من جالبه. میگه که از اگر دقیق بگم میگه از الطاف خفیه الهی بود. خیلی عجیبه و افراد زیادی تا سالها میگفتن که چقدر امام عرفان غلیظی داره که به نوعی پسرش فوت کرده آنچنان در سوگ نمی نشینه و تازه اون رو از الطاف خفیه الهی میدونه. آقای جلالی، از امام موسی صدر حال نمیدونم که امیدوارم که همگی در قید حیات باشن، 4 فرزند به جای مانده، 2 پسر و 2 دختر، فکر کنم صدرالدین، حمید، هورا و نوشته بودم اینجا ملیحه، اینها فرزندان او هستن. یکی از راه‌های بیشتر به این قضیه رسیدن این استش که اینها رو پیدا کنیم و باهاشون صحبت کنیم. حتما ببینید در هم در مورد امام موسی صدر این کار میشه انجام داد و هم در مورد خود آقا مصطفی خمینی. به حال در از آقا مصطفی خمینی هم 2 فرزند جناب سید حسین خمینی پسرشون و خانم مریم خمینی دخترشون و همچنین خود خانم آقا مصطفی هستن. در مورد امام موسی صدر هم این صحبت بوده که دنبال بکنن و این قضایا رو پیگیری بکنن، ولی از طرفی هم آدم دست گریخته وقتی به خصوص روی اینترنت هم نگاه بکنید میبینید که وعد وعیدهایی داده شده و هیچ وقت این وعد وعیدها عمل نشده. ضمن اینکه من حتی اجازه بدید یه مقداری بیشتر شک بکنم، اینکه گفته میشه امام موسی صدر زنده هستش و مثلا سرین قذافی نگهش داشته، هیچ گونه دلیل منطقی برای این موضوع وجود نداره. من تنها حدسی که میزنم، حدس میزنم به خاطر اینکه این قضیه تحقیق نشه و پیگیری نشه، این رو یک داستان برساخته ای باشه و برای 3 دهه پیش آورده باشن که ممکنه امام موسی صدر زنده باشه تا افرادی که میخواستن در این زمینه تحقیق کنن ملاحظاتی بکنن و تحقیقاتشون رو خیلی جلو نبرن. ضمن اینکه سرهنگ قذافی هم که گفته میشه به هر حال او عامل قتل امام موسی صدر بوده، خب واقعا سرهنگ دیوانه بود، یعنی همه کشور عرب میدونستن و زمانی هم که کشته شد هیچ کسی ازش حمایت نکرد، هیچ کشوری ازش حمایت نکرد، حتی سوریه به هر حال یه مقداری حمایت بعضی از کشورها رو میتونه جلب کنه من جمله ایران رو، ولی لیبی اصلا به خاطر خصوصیات خود سرهنگ قذافی. ولی سوال این هستش تو روایت رسمی که جمهوری اسلامی بیان میکنه از دلایل به هر حال حالا یا ربودن امام موسی فرسن یا به باور من کشتن امام موسی همون موقع، این هستش که امام موسی با سرهنگ قذافی با هم دیداری داشتن، دیدار خیلی ساعتهای طولانی بوده و اونجا سرهنگ قذافی مثلا توهین به شیعه ها میکنه، بعد امام موسی دفاع میکنه، پرخاش میکنه که با توجه به خصوصیتی که امام موسی داشت و بهش مشهور بود که همزیستی بین ادیان بود، با مفتی الازهر بسیار نزدیک بود، با مسیحیان نزدیک بود و اصلا پرچمدار همزیستی ادیان بود، به نظرم خیلی خیلی روایت ناشیانه است که به عنوان روایت رسمی ساخته شده. من هیچ گونه دلیل منطقی برای اینکه سرهنگ قذافی شخصا خصومتی با امام موسی صدر داشته نمیبینم. ضمن اینکه این رو میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر امام موسی صدر، چون نکته دیگری که من اتفاقا در پستم هم گذاشته بودم این بود که امام موسی صدر هیچ گونه جنگ با اسرائیل رو نمیپذیرفت، قبول نداشت،
و مخالف جنگ با اسرائیل بود. نکته که هستش اینه که اگر امام موسی صدر یک ذره گرایشاتی مثل آقای خمینی داشت، میخواست انقلابی بکنه یا مثلا ضد اسرائیل بود، بعد جنگ شش روزه کاری کرده بود، اینها تنها کسی که به نظر میمد ممکن بود امام موسی صدر رو بخواد بکشه قاعدتا باید اسرائیل یا موساد بود، ولی هیچ کسی حتی ادعای این مسئله رو نکرد و به سرهنگ قذافی که خیلی به نظر من بی‌رفت بود نسبت داده شد. البته درسته به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبت، آقای خمینی عده‌ای رو برای تعلیمات نظامی چریکی به لیبی فرستاده بود و در این زمینه با سرهنگ قذافی و همچنین علویان سوری از جمله حافظ اسد ارتباط داشت. آقای جلیلی خیلی سپاسگزارم ازتون که باز وقتی رو با ما گذروندید و امیدوار هستم که در برنامه‌هایی بیشتر داریم، به خصوص مطلبی که شما این مطلب به خصوص که عنوان کردید، خودتون از من خیلی بیشتر میدونید که قتل‌های و جنایات جمهوری اسلامی بسیاری از اونها در حاله ابهام باقی مونده و اگر تحقیقاتی در مورد اینا بشه من فکر میکنم که تحقیقات بسیار ارزشمندی است و اگر به صورت کتاب چاپ بشه کتاب بسیار قطوری خواهد بود از این قتل ها، چون تعدادشون کم نیستن. دگراندیشان حتی همینطور که شما مطرح کردین که بسیار هم جالب بود، قتل های فامیلی درون فامیلی که اینها خب با دلایل که شما گفتین خب به تأمل میپندارم، یعنی مجبور میکنه آدم رو. این هستش که بد نیست اگر که فرصتی دیگری پیش آمد در آینده در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. بله، من اشاره که شاید اینجا بکنم این هستش که من البته مدعی این نیستم که آقای خمینی شخصا از همچین برنامه های مطلع بود، ولی میتونم بگم که عملا از دید یک تحلیل سیاسی میتونم بگم که این اتفاقات، این قتل‌ها به نفع آقای خمینی شد. این کمترین چیزی هستش که میشه مطرح کرد. و ضمن اینکه شاید یکی از نتایج، حالا به هر حال یه فر تحقیقی میشه روی این انجام داد و امیدوار هستیم، من خودم شخصا خیلی مشتاق هستم که خواننده یه فر تحقیقی باشم و افرادی باشن که در این زمینه ها کار بکنن به طور جدی، اما یکی از نکاتی که میشه حداقل ازش نتیجه گرفت این هستش که برخلاف اون تصوری که به خصوص طیف چپ‌های ما مطرح می‌کردن که انقلاب رو ما کردیم و روحانیت انقلاب رو دزدید و منحرف کرد و اینها، می‌فهمیم که نه، اونها واقعا ساده اندیش بودن. آقای خمینی برنامه‌ریزی بسیار دقیقی داشت و اطرافیانش و روحانیونی که با او همراه بودن برنامه‌ریزی بسیار دقیق و منطقه‌ای داشتن و برای انقلاب مهیا شده بودن، کارهای بسیار زیادی رو در این زمینه انجام داده بودن و در واقع میتونم بگم که کسانی که فکر میکنن آنها مثلا یه سری مجاهدین خلق و فدایان اکثریت و غیر ذلک کلان شدن رفتن در خیابان و فعالیت های حالا یا مسلحانه یا به نوعی مخالفت با شاه داشتن، اونها نقش جدی در انقلاب دارند و یا مثلا در دانشگاه تهران رفتن، فعالیت گروه های دانشی رو در کنار خودشون داشتن، بسی اشتباه میکنند. اینطور نبود. باید دیدش که عکس العمل ها چه هست و چه کسانی در موردش صحبت خواهند کرد. بر تقدیر بسیار خوشحال شدم که دوباره باهاتون صحبت کردم و امیدوار هستم که خیلی زود دوباره این صحبت ها رو که ما در واقع از روی فیسبوک شما مرتب من با کنجکاوی میخونم ببینم که چه صحبتی میشه که ازتون خواهش کنم که در برنامه شرکت کنید و امیدوار هستم که بیشتر و بیشتر این گفتگوها مطرح بشه. من هم در خدمتتون هستم، تشکر میکنم از اینکه من دعوت کردید. روز خوش. خب برسیم به یکی از گفتگوهای دو گفتگوی این برنامه ما. در هفته گذشته در مورد موج اعدام‌ها بعد از انتخاب آقای روحانی صحبت کردیم و خانم مینا احدی بنیانگذار کمیته علیه اعدام
و فعال حقوق بشر گزارشی از این اعدام ها دادن و فجایعی که در جمهوری اسلامی انجام میشه و طرق این اعدام ها که به طرز بسیار فجیع در ملای عام و در زندان های مختلف بدون سر و صدا، و بسیاری از اونها رو ما هنوز اطلاع نداریم، و در 5-4 هفته گذشته بیش از 50 نفر رو خود رژیم در واقع در روزنامه هاش و قوه قضاییه اعلام کرده که اعدام کرده. در این هفته این مقوله رو ادامه میدیم، مطابق شکل دیگر، و به اینکه میپردازیم به اینکه خشونت چطور در کشور داره فراگیر میشه و نهادینه میشه و عوامل بروز خشونت چی هستند، و احتمالاً در آینده بعد از اینکه این دولت ساقط شد و به کنار رفت، آیا امکان این هستش که کشور رو کشوری بدون خشونت و به صورتی که کشورهای متمدن دنیا هستند دوباره درآورد؟ در این مقوله با آقای دکتر مسعود نقره‌کار صحبت میکنیم. آقای دکتر مسعود نقره‌کار در زمینه‌های گوناگون پژوهشایی دارن، پژوهشگر هستن، کنشگر سیاسی و حقوق بشر هستن، پزشک هستن و حرفه پزشکی رو در آمریکا دنبال میکنند و تألیفات گوناگونی دارن در حوزه‌های بسیار گوناگون که در سوال هم باهاشون مطرح خواهد شد، از مسائل اجتماعی مثل جنبش روشنفکری و کانون نویسندگان، دگراندیشی و کشدار دگراندیشان، در حوزه پزشکی و روانشناسی که کتاب‌های گوناگونی دارن، کتاب‌های تألیفات متعددی دارن، و در ادبیات داستانی تألیفات بسیار در حدود 8 کتاب دارن که آخرین اونها که بسیار هم جالب هست با عنوان یک رمان هستش که با عنوان بچه‌های اعماق، که اتفاقا چند هفته پیش آقای دکتر نقره‌کار در سان فرانسیسکو بودن و این کتاب رو معرفی کردن. و من بسیار بسیار خوشحال هستم که از ایشون دعوت کردم و ایشون هم با مهربانی قبول کردن که در برنامه ما شرکت کنن. ما حاصل این گفتگو رو شما تا چند لحظه دیگر توجه خواهید کرد. ازتون دعوت میکنم به این گفتگو که روی از طریق سکایپ ضبط شده، در واقع انجام شده و ضبط شده، توجه بفرمایید تا بعد از این گفتگو در خدمتتون خواهم بود. جناب آقای دکتر نقره‌کار، بسیار خوشحالم که در حضورتون هستم، در خدمتتون هستم از راه مجازی، و سپاسگزارم که پذیرفتید با ما به گفتگو بنشینید. من سلام میکنم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون و ممنونم از دعوتتون. خوشحالم که شما هستید. آقای دکتر نقره‌کار، با توجه به پژوهش‌ها و تحقیقاتی که شما در مورد رفتارهای جامعه کردید، من هفته گذشته بر این شدم که هر جور شده شما رو پیدا کنم و ازتون خواهش کنم که با هم گفتگو داشته باشیم. و هفته گذشته ما در مورد اعدام‌هایی که در چند هفته اخیر انجام شده، یعنی یک هفته بعد از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری جمهوری اسلامی، و درست در همون اوان رئیس نیروی انتظامی اعلام کرد که انتخاب آقای روحانی هیچ اثری در تنبیهاتی که نیروی انتظامی معمولاً به شکلی که داره اعمال میکنه تغییری در اونها نخواهد بود، و درستم بود. بلافاصله بعد از یک هفته موج اعدام ها آغاز شد و نزدیک به 50 نفر در 4 هفته گذشته
به طرق مختلف در ملای عام در زندان ها اعدام شدند. من بخواستم از شما این پرسش رو بکنم که شما چطور این خشونت و این طور رفتار رو از یک رژیمی رو چطور توجیه میکنید آقای دکتر؟ بله، ببینید حکومت اسلامی لااقل تو این سه دهه نشون داده، تجربه خود ما در این بیش از سه دهه، که خشونت به واقع پاره ای از سیاست های این حکومت، یه حکومت ایدئولوژیک هست، یه حکومت دینی است، استبداد دینی، و همونطور که اشاره کردم خشونت به واقع بخشی از میشه گفت سیاست های این حکومت بوده و هست و بالتب خواهد بود، برای اینکه در پیوند هست این مسئله خشونت با اون تفکر و ایدئولوژی که این حکومت داره و این رو به شکل های مختلف حکومت نشون داده. ما بارها این رو به اشکال گوناگون همونطور که گفتم دیدیم، خشونت های حکومتی، خشونت های دولتی، خشونت های سیاسی و خشونت های دینی. متا حکومت اسلامی در همین عرصه هم متوقف نشده، در واقع خشونت رو به همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی جامعه، جامعه ما تسری داده و همونطوری که شما هم اشاره کردید به واقع نه فقط مسئله خشونت، اعمال خشونت از سوی خود این حکومت، بلکه میشه گفت در واقع سهیم کردن مردم به گونه ای در امر خشونت و خشونت آفرینی بوده و هستش. خب شما برای اینکه برحال وقت محدود است، شما به اعدام ها اشاره کردید و من برم نمیدونم اینجا یه مکسی داشته باشم. ببینید به تماشا گذاشتن خشونت یکی از مشکلاتی بوده، و یا تماشا کردن خشونت یکی از مشکلاتی بوده که جامعه بشری با اون مواجه بودن میشه، و به ویژه این قرن اخیر، شاید گفت بشه گفت این قرن اخیر، مسئله سینما، مسئله تلویزیون، مسئله برد و کامپیوتر و به اشکال مختلف ما دیدیم که چگونه خشونت رو به تماشا میگذارن و چگونه این خشونت تأثیر میذاره روی روان اجتماعی جامعه و پرخاشگری رو و مسئله دیگر رو پیامد داشته و داره. در جامعه ما که ما خشونت رو در همه وجوهش، یعنی تجلی خشونت رو در ما در جامعه همون در همه وجوهش، فیزیکیش، زبانیش، روانیش، جنسیتیش، در انواع مختلف با میبینیم، بودا به تماشا گذاشتن اعلام در جامعه ما یکی از اون وجوهی است که به هر حال نادر بوده و نادر هستش. میدونید اعلام در جامعه ما امروز به گونه تبدیل شده به یک پدیده میشه گفت نمایشی تفریحی، البته حکومت مورد فلسفه خاصی حکومت با یک فلسفه خاصی در واقع ببخشید به این مسئله نگاه میکنه. فلواقع حکومت اسلامی تصورش این هستش که با نمایش اعدام امر آموزش و امر تربیت یک نوع در واقع برای الگوی آموزشی تربیتی است برای جلوگیری از تکرار جرم. البته حکومت اسلامی فقط به این نگاه نمیکنه، بلکه سیاست ارعاب و سیاست های دیگه هم در نظر میگیره. در هر حال من خلاصه بکنم اینکه این مسئله اعدام، شلاق زدن در ملای عام، قطع به هر حال اعضای بدن در ملای عام، در جامعه ما امروز به عنوان یکی از عواملی که باعث شده پرخاشگری، خشونت و عادی شدن حتی مرگ، میدونید به این وسیله حساسیت نسبت به مرگ و حکومت اسلامی هم کاهش میده، اینها این مسائل در جامعه ما گسترش پیدا کنه و متاسفانه همطوری که دیدید و میبینید که اصلا تماشای اعدام به ویژه برای کودکان، شما نگاه بکنید در بعضی از این عکس ها کودکان رو هم برای
دیدن صحنه های اعدام آوردن که اعدام ببینه، به یک پدیده به هر حال به یک زشتکاری بدل شده که در جامعه ما همونطور که اشاره کردم پیامدهای روانی اجتماعی زیادی داشته که از جمله میشه گفت گسترش پرخاشگری و خشونت یکی از ماست. آقای دکتر، همینطور که شما فرمودین این اعمال این خشونت ها میتونه عواقب بسیار وخیم و عمیقی در اجتماع داشته باشه و به اصطلاح گفته میشه که خشونت نهادینه میشه در یک جامعه که در جامعه ایران نمونه بارز این هست. آیا با از بین رفتن عوامل خشونت به فرض مثلا تغییر دولت یا رژیمی که خشونت رو اعمال میکنه، این نهادینش، این خشونت نهادینه شده آیا میتونه با آرامش تبدیل بشه و یک آرامش نسبی و کمتر خشونتی رو در جامعه در واقع برمقام بیاره، یا اینکه یک بیماری لاعلاج؟ شما پزشکم هستین، میشه این پرسشو به چند معنا از شما کرد؟ بله، ببینید، خب ابتدا باید علت بروز خشونت رو دید و خب هر کدوم از این علل، میدونید خشونت به عنوان یک پدیده چند علتی و چند وجهی مطرحه. اگر خب علل بروز خشونت از بین بره، طبیعی است که ما جامعه به سمت آرامش پیش خواهد رفت و خشونت کاهش پیدا خواهد کرد. خب یکی از علل بروز خشونت در جامعه حکومت‌های استبدادی هستند، مثلا حکومت اسلامی. خب هم در بروز خشونت علل الواقعه میشه گفت روانی تاریخی مطرحه و هم علل محیطی، یعنی هم علل تاریخی و هم علل محیطی. خب علل محیطی همونطوری که اشاره کردم میتونه مسئله حکومت مطرح باشه، ولی باید عوامل دیگه رو هم در نظر گرفت و اونها هم فی الواقع از میان برداشته بشن، مثل علل اقتصادی، مثل نقش مذهب در بروز خشونت و عوامل دیگه که مسئله اقتصادی رو من الان اشاره کردم. میدونید که مسئله خود فقر و مشکلات اقتصادی چقدر در بروز خشونت در جامعه ایفای نقش میکنه. یه بخشیش به هر حال به این برمیگرده، بخش دیگه هم خب تزهای مختلفی هست. خشونت رو به نوعی یک امر غریزی در انسان هم میدونن و خب راجبش بسیار صحبت شده، به ویژه خب میدونید به تازگی ژن خشونت هم کشف شده، یعنی روشن‌تر شده که ژنی به نام ژن خشونت هست و اینها میتونه عامل بروز خشونت باشه. بنابراین چون یک پدیده چند علتی است و چند وجهی است، طبیعی است که با رفتن یک حکومت، البته خیلی تأثیر داره، الان خود حکومت اسلامی میدونید که مسبب الاسباب بروز خشونت در جامعه ماست، طبیعی است که با در واقع از کنار رفتن این حکومت، از بین رفتن این حکومت و جایگزین اون به یک حکومت دموکرات و یک حکومت سکولار و مدنی باشه، خب طبیعی خشونت کاهش خواهد یافت. ولی به هر حال به اون عوامل دیگه هم که من اشاره کردم بایستی توجه داشت، به ویژه من میخوام تاکید کنم به امر آموزش در رابطه با خشونت. امر آموزش میتونه باعث کاهش بروز خشونت در یک جامعه بشه، که این به هر حال میتونه از خانواده شروع بشه این امر آموزش تا به هر حال در سطوح مختلف جامعه. آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید من یک سوالی در مورد در زمینه کارهای شما بکنم که کمی خصوصی تر میشه. حالا من وقتی قرار شد با شما صحبت کنم، خب طبیعتاً باید یه مقداری در مورد شما مطالعه میکنم. برام خیلی عجیب بود که وقتی، البته عجیب نیست، یه کمی برام غیر عادی بود که دیدم که اولا شما بسیار نوشتید، یعنی کتاب بسیاری رو تألیف کردید و منتشر کردید، و اینکه این
کتب در زمینه های کاملا جدا از هم نوشته شده است. مثلا شما در زمینه جنبش روشنفکری و کانون نویسندگان ایران چیز نوشتین که چندین کتاب، هر کدومش 6 یا 8 جلد کتابه، و دگراندیشی و کشتار دگراندیشان همینطور مجلد های زیادی است. در مورد پزشکی و روانشناسی و تراژدی بهداشت در آموزش بهداشت در ایران کتاب نوشتین. ادبیات داستانیتون که خیلی زیاد هستند و آخرینش همین بچه های اعماق فکر میکنم آخرینش باشه، اتفاقا چند هفته پیش شما در دانشگاه برکلی در موردش صحبت کردین که متاسفانه من نتونستم اونجا باشم. چطور هستش که شما در زمینه نوشتاری به خصوص اینطور متفاوت و متنوع می نویسید؟ بله، ببینید، من کارهای خودم رو در این 4 حوزه‌ای که شما هم اشاره کردین بیشتر بر اساس تجربه خودم در زندگی، یعنی بیس یا پایه رو تجارب خودم قرار دادم، و هر کدوم از حوزه‌هایی که نگاه میکنید من به گونه‌ای در دوران زندگی خودم تجربه کردم. من با روشنفکران جامعه خودمون، به خاطر اینکه از نوجوانی با اینکه دانشجو طب بودم کتاب فروشی داشتم و با به هر حال روشنفکران و جریان‌های روشنفکری و کانون نویسندگان به نوعی در ارتباط بودم، بنابراین ارتباطم با روشنفکرا میشه گفت ارتباط نزدیکی بود یا با روشنفکری. همینطور اگر اخیراً هم دیدید در رابطه با همون بچه های اعماق، من راجب جاهل ها و لات ها در نقش آنها در واقع جنبش سیاسی معاصر ایران و کلن تاریخ معاصر ایران هم کارهایی کردم، به خاطر اینکه چون بچه جنوب شهر بودم کودکی و نوجوانی رو با اونها گذروندم. میخوام بگم که بیس این کارهای من بیشتر تجربه من هست. یا در مورد دگراندیشی، خب از 18 سالگی فعال سیاسی بودم، بسیاری از دوستانم رو از دست دادم تو این رابطه، از افراد خانواده خودم، نزدیکان خودم در واقع به خاطر دگراندیشی زندان‌هایی رو تحمل کردن. اینها در فکر من این تجارب در واقع جرقه میزد که من روی این تجربه های خودم متمرکز بشم و کار کنم، یا پزشکی به عنوان حرفه خودم. و همینطور خب برخی از اینا رو چون علاقه به ادبیاتم داشتم به عرصه ادبیاتم کشوندم. در واقع حوزه‌ای رو که من وارد شدم فکر کردم که بهتر آن است که آنچه در زندگی تجربه کردم و دیدم در همین 3-4 حوزه‌ای که شما اشاره کردید بتونم برای تجارب خودم برای این نسل بعد بگونه که شاید تاثیرگذار باشه ثبت کنم و منتقل. آقای دکتر، بسیار کار شاقیه، به خاطر اینکه شما خب در واقع دارین پرکتیس میکنین پزشکی رو، کار روزانه و حرفه روزانه شماست و کار خودش کار بسیار شاقیست. نمیدونم که چطور این همه نوشتار رو در کنارش میتونین ادامه بدید، ولی امیدوار هستم که مثل همیشه موفق باشید آقای دکتر. خیلی متشکرم. من به هر حال کار حرفه‌ایم و پزشکیم و واقعیتش اینه که در یه سطحی گذاشتم که یک آب باریکه‌ای برای گذران زندگی باشه. یعنی خب کار میکنم ولی سطح کارم در حدی است که خیلی در واقع به من فشار نمیاره و تا یه حدودی وقت منو میگیره. به خاطر همینم جزو یکی از فقیرترین پزشکان جهان هستم و شاید به خاطر این محدودیت کاریمه. ولی خب علاقه من واقعیتش تو 4 زمینه است که شما هم اشاره کردید و حرفه من بیشتر جنبه اینو داره که بتونم گذران زندگی خودم و خانواده رو انجام بدم. آقای دکتر، بسیار ازتون سپاسگزارم. امیدوار هستم که در آینده ما مورد لطفتون قرار بگیریم، بتونیم گفتگوهای دیگری با هم داشته باشیم. من هم از شما سپاسگزارم. تشکر. بینندگان گرامی، این بود برنامه این هفته ما.
قبل از اینکه برنامه رو پایان بدهیم، شایسته است که سپاسگزاری داشته باشم از میهمانان برنامه، آقای دکتر مسعود نقره‌کار و آقای مهدی جلالی تهرانی، و همچنین سپاسگزاری و بلند بالا داشته باشم از دوستان مهربان و همکاران عزیزم رامین کلانی و آیدا مظلومی که تدوین و تهیه این برنامه رو عهده دار بودن. همچنین سپاسگزاری دارم از بخش فنی تلویزیون اندیشه در استودیوی تلویزیون در لس آنجلس و مدیریت این تلویزیون که بخش این برنامه رو ممکن ساختند. با آرزوهای خوش و به امید دیداری دیگر، بدرود.